خب برگشتیم به یه ویدیو دیگه این سری ترمینالمون سمت راسته و فایل هامون سمت چپه و وسط هم کود می نویسیم که راحت تر باشه فرض بکنید که می خواهم در رابطه با ایمپورت ها صحبت بکنیم دیدید که ما بالا ایمپورت FMT داریم یا فرمتر یا پکیج هایی که دانلود می کنیم و نسبشون می کنیم می چیکار بکنم یه کلاس دست دیگه بهتون گفتم کلاس همون کن... یا استرکت هست اسمش به اسم کانفیک درست میکنم و بعد داخل این میام یک um, دوباره خود ببین اینو میخوام بهتون بگم اول اینجا که میتونم یک کلاس دیگه داخل این درست میکنم یعنی اینا همشون آبجکته به اینا نمیگن کلاس به اینا میگن استرکت دلیل این که به اینا نمیگن کلاس به خاطر اینکه ما کلاس اولا داخل گونه داریم دوم اینکه شما میتونید داخل این داخل این استراکت یه استراکت دیگه درست بکنیم مثلا من یه لاگین درست میکنم خب اسمش میذارم لاگین استراکت و بعد داخل این میتونم چیکار بکنم بیام مثلا یک یوزری درست بکنم با تایپ استرینگ و یک پسوردی درست بکنم مثلا با تایپ استرینگ خب این چی میشه این میاد برای من تو این ساخته میشه پس اینا همش بهش میگن اجرای آبجکته که هستش رو بهش میگن استراکت که میخوام از اینجا به بعد دیگه بهش کلاس نمیگم آبجکت نمیگم که فهمیدید دیگه به اینا میگن استراکت و همون map مثل همون کلاس میمونه ولی انگار که کلاس استروید داره و استرویدیه هست و داره چیکار میکنه از یک آبجکت دیگه داخلش استفاده میکنه پس بنابراین اینا میگن استراکت دلیلش اینه که میتونید داخل این دوباره یه استراکت دیگه داشته باشید مثلا رجیستر خب و بعد استراکت و بعد دوباره میدونید چیکار بکنید همینطوری میتونید داخل این برای خودتون استراک داشته باشید پس اینو بهش میگن استراک حالا میام چیکار میکنم داخل فایل فانکشن مین میام یک وریبل فایل و بعد ای آر آر درست میکنم و بعد بهش میگم او اس ببینید خودش ایمپورت میکنه او اس باز کن یعنی آپریتینگ سیستم آپریتینگ سیستم میشه مکتون ویندوزتون هر چیزی خودش میره داخل آپریتینگ سیستمتون میگه باز کن چی رو یک فایلی رو حالا اسم فایل رو میذاریم config .tomo. حالا اگر نمیدونید تامو فایل چی هست میتونید در رابطه باش تقریب کنید مثل همون یمل فایل ولی یه ذره چیه به قول معروف یه ذره فلکسیبل تره ولی سینتکسش یه جورایی چی هستش مثل اینکه بالاش یه صفحه داریم بذارید اینو باز بکنم بدم مثل اینه ببینید تایتل داریم بالاش میبینید که داخل اینا به قول معروف یه جورایی بریس داریم که به اینا میگن چیکار بکن علامت مساوی داریم داخل یمل علامت مساوی نداریم و میبینید که اینجا تب داریم میتونیم ایندنت کنیم بینشون نمیش میگن تامو فایل که بیشتر در توی گو ازش استفاده میشه همون فایل کنفیگوریشنه یمله که ازش داریم اینجا استفاده میکنیم و حالا چیکار میکنیم میایم دوباره چک میکنیم ببینیم که ارورمون چیه پس میگم که if e-r-r ای آر آر, نامساوی با نیل یعنی اگر اه, چیز نبود ارور داشتیم یعنی خالی نبود log dot fatal میبینید ما خود لاگ هم داریم که میید که وقتی شما میرید مثلا از فریمورک چجوری بگم اینه که ما خودش کلاس به قول پکیج لاگ رو داریم که بالا ایمپورت میکنه فرض بکنید که شما میرید از فریمورک ورک استفاده میکنید یا روبی uh, استفاده میکنید اینا همشون باید برید براش لاگ درست بکنید خود چیز لاگ رو داره خود uh, به قول معروف گو پس من اینجا میگم ارور کانت فایند یا میگم کانت اوپن کانفیک فایل خب و بعد یه خط فاصله میدم بهش و بعد میگم که پرسنتیج اس حالا بک اسلش همیشه هم همیشه میزنه یادتون نره که از اینجا دیگه حواستون باشه و بعد میگم ارورمون رو اینجا بهش بده خب اینجا نگاه بکنید فیتال هستش اما فیتال اف هر موقع اف میبینه آخرش یعنی فرمت جوای منو کوچیک‌تر بکنم که ببینیم اینم فکر می‌کنم اینجوری بهتر باشه چون دیگه فایل اونوری رو احتیاج نداریم پس اینو چیکار کردم گفتم اگه ارور بود به ما چیز بکن نشون بده و بعد بیا ببندش دیفر فایل کلوز ببینید اینا چیزایی نیست که من بخوام بیشتر در باش توضیح بدم شما میتونید اینا رو با نوشتن همراه من یاد بگیرید یه موقع نیاد بگید که آقا چرا در توضیح ندادی چرا در رابطه توضیح اینا دیگه کانونشنایی هست که داخل زبان گو استفاده میشه انقدر اینا رو مینویسی دیگه آویزه گوشتون میشه میدونی که دیفر فایل کلوز میکنیم همینجوری که در رابطه با چنل صحبت کردم که وقتی میخوام از چنل استفاده کنیم اینجوری ازش استفاده میکنیم وقتی میخوام بشه چیزی رو پیست با... مثلا بدیم اینجوری میدیم میدونید اینا رو دیگه سینتکس هاشه حالا یه سی درست میکنم یعنی سی درست میکنم به اسم کانفیگ حالا و میگم که اون رو مساوی قرار بده با پوینتر کنفیگ ما بالا که استراکت کنفیگ موبایل است. کانفیگ خب باز بسته که میشه چی اینا رو همه رو برام داره میکنه خالی چون اینا چیه لوگین استراکت و استراکت مون رو داره خالی میکنه پس پوینتر رو درست کردیم حالا یه دیسکریپشن بهش میدیم حالا یا هر چیزی من اینو مساوی قرار میدم با تاما خب من تاما رو اینجا بزنم اینتر بزنم خب این بالا ببینید که هیچ ایمپورت نمیکنه خب من میخوام یه پکیج استفاده کنم که پکیجی اینجا وجود نداره شما باید برید دانلود کنید میخوام در رابطه با ایمپورت صحبت بکنم خب و اون پکیج یه متدی داره به نام نیو دیکودر دیکود میکنه فایلمونو رو خب و دوباره مثل این بالا من اینو میگیرم میگم که اگر ما ایرور مص... ارورمون نا... چیکار میکنیم اینو قرارش میدیم این سری مثلا اینجوری قرارش میدیم میگیم که دک دات دیکودر دی یا آبجکت دیکود داره معذرت میخوام دیکود داره که کنفیگ اه... رو میگیره این مساوی با ارور قرار میده و بعد چک میکنید میبینید که آیا این وجود داره یا نه ما اینجوری نوشتیم خب میتونستیم اینجوری هم بنویسیم و چه فکر نکنید که فرقی میکنه میبینید اینجوری هم میتونستیم بنویسیم ولی میبینید که ما سرید توی اه... چیز نوشتیم چیزی بگم سمیکالون نمیخواد اینجا می که ایرور زدم نوشته که اینو مساوی اینجوری قرار بده خب می اینجوری بنویسیم ما به این صورت می پایین که خودش بیاد چیکار بکنه تو یه لاین قرار بده میتونستیم مثلا مثل بالا هم بنویسیم میخوام بهتون بگم که دو دو تا راهش موجوده یه موقع نگه چرا این لاین کردی اینو میخوام بهتون سینتکسش رو بگم که بگم اینجوری کار میکنه حالا میگم که error کانت دیکود خب کانفیگوریشن فایل یا کانفیگ فایل خب و بعد و در آخر هم fmt خب print f یا print um, print f میگیم یه سری داخل این میگم که بیا کلا استراکتمون نشون بده گفتم که در, با درصد پلاس v بیا چیکار بکن کنفیگ ما که ctg هست نشون بده اینا دیگه بازم میگم انقدر نوشتیم درصد پلاس v اینا که همشون آویزه گوشتون داره میشه دیگه انقدر که نوشتیم اینا حالا میریم اجرا میکنیم go run و بعد اینجا شماره فایل رو میبینید اینجا دو تا مثل که یه اروری هم داریم ارورمون کجاست ها که تامل رو نداریم میگه اینجا خودش ارور میده میبینید اینو آه. برای اینکه اینو بهتر ببینید من بهتون پیشنهاد میکنم که مثلا داخل این ادیتورتون دو دو بار بزنید بعد برید داخل جامپ تو فون اند کالر خب که میگه که اینجا نوشته جنرال ارور اند وارنینگ خب میبینید ایناش یه این همچین رنگیه که اینو به نظر بیاید افکت بهش بدید مثلا بگید که با همین رنگی که تو داری خب بیا زیرش مثلا یک مثلا چیجوری بگم بذارید underwaved نه مثلا بگیم که اینم نه اول یه رنگ بهش بدیم چون رنگ نمیدیم معلوم نمیشه خب الان رنگ بهش دادیم زیرش underline کشیده بولد اینجوری هم چیزی بکشید که مثلا نشون بده که این ارور شماست میبینید و نه معلوم نمیشه معلوم حالا می‌بینید که دوتا ارور به قول معروف این زیر داریم اگه من بگم go run 21 imports main میگه من تامال رو نمیشناسم بنابراین ما یه پکیجی رو باید دانلود بکنیم یا بگیریم به اسم حالا اینجا براتون مینویسم که بعدا یوالرش هم میتونیم ببینید go get اینو من دارم الان از روی چیز میخونم به قول معروف یک صفحه دیگه به خاطر اینکه یو که, که پکیج رو باید برید سرچ بکنید دیگه پلتیر گو داش تامو خب حالا ما اینو چکار میکنیم اینو این مقدار بازتر میکنیم اینو من کپی میکنم میرم داخل صفحه اه... یک صفحه گیت ها دیگه بازش میکنم خب و اینجا اگه نگاه بکنید ببینید که این پکیج ماست پلتیل گوتامل این یو آر گفتم بهتون دانلود میکنید و بعد برای استفادهش اینجوری ایمپورت میکنید و بعد ازش استفاده میکنید میبینید تامل لود و بعد اینجوری میبینید ازش میگیرید معمولا میگه این تامل رو اینجوری ایمپورت بکنید بالا ببینید خودش مثلا میگه که چجوری بگم ایمپورتی که این بالا کرده ایمپورتش به این صورته پس من اینجا میتونم اینو کپی کنم خب من ببندم دیگه لازم ندارم بیام بالا اینو پیستش بکنم خب به من این اینو من پیستش میکنم اینجا به من میگه که البته این هنوز نصب نکرده میبینید به خاطر همینه که این به ما ایراد میده حالا کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که اول اینو نصبش بکنیم بعدن بیایم چیکار بکنیم بیایم اینو ازش استفاده بکنیم بنابراین من اینو اینتر میزنم اینجا اینکه داره دانلود میکنه حالا اینو میام چیکار میکنم اینجا پیستش میکنم خب و اینجا میبینید که باز بر میداره خودش اتوماتیک بر میداره ما fmt log os رو زدیم github.com pletier go تامو حالا میبینید که من اینو میذارم دیگه به من ارور نمیده سیوش میکنم خب حالا اگه اینو اجرا بکنم 21 میبینید که اجرا میشه خب can config file و فلان و اینا ولی معمولا توی این نکته ای توی این ویدیو میخوام اینو بهتون بگم که این تامل رو از کجا میفهمه این تامل چیه داخل این پکیج اگه برید نگاه بکنید این گوشه است حالا اینجا داخل سورس فایلش خب که میشه یکی از اینا در آینده بهتون نشون میدم این خودش یک داخل این به قول معروف پکیج یک چیزی داره به نام تامل یک آبجکتی داره به نام تامال که میتونید ازش استفاده بکنید خب برای اینکه گیج نشید یا نمیدونید یه موقع اسمش چیه بیاد جلوش میتونید مثلا می الیاس بدید تامو میبینید و اینجوری میتونید ازش استفاده بکنید با اینکه اینو دادیم الان میگه که ریداندنت الیاس یعنی میگه من به این احتیاج ندارم چون داخل این خودش یعنی همچی چیزی رو داره اگه من اینجا بگم امیر خب الان میتونم از امیر به این حالت استفاده کنم دیگه ارور نمیده با این حالم هم بازم هم میزنم این کاری که انجام میده این ارور خودمونه پس میگم الیاس میتونید درست بکنید برای ایمپورتاتون مثل اینه که داخل جاوا اسکریپت دیدی دیگه ایمپورت میکنید مثلا لودش مثلا م... چجوری بگم مثلا لودش رو خب فرام مثلا لودش خب یه موقع اینجوری ایمپورت میکنید این الیاسشه دیگه خب یا هر چیزی میتونه باشه ولی وقتی که اکسپورتش میکنین اینجوریه معمولا اگه اکسپورت دیفولت داشته باشید اینجوریه دیگه خب ولی یه موقع هستش که اینجوریه ایمپورت لودش خودش میدونه که کلمه لودش داخلش وجود داره این هم همینه ما معمولا ایمپورت میکنیم تا اینکه بیام به اینا بگم او ببینید نه همشون خودشون درس FMT اینا همشون خودشون الیاس دارن که ما دیگه اینجوری قرار نمیده پس من اینا رو اینجوری مینویسم که حواستون باشه که بدونید که اینا الیاس وجود داره و بعضی موقع نمیبینید بعضی موقع میبینیدش اینجوری هستش